در زمان وصل کردن حساب بانکی به فیسبوک خود سه نکته بسیار مهمه در نظر بگیرید. نکته اول نوع بزنس یا تجارت شما هست که در اونجا گزینه های اندیویژوال، بزنس، نان پروفیت ممکن است دیگر گزینه ها بیه. پیشنهاد من این است که گزینه اندیویژوال انتخاب بکنید، انفرادی. اگر شما بزنس یا تجارت دارید گزینه بزنس انتخاب بکنید. اگر شما یک سازمان یا اداره غیر انتفاعی هستید گزینه نان پروفیت انتخاب بکنید. اگر سازمان نیستید یا بزنس ندارید این دو گزینه را انتخاب نکنید که باز در ادامه شما سند میخواه و اگر شما سند ارائه نکنید پیسه را هیچ وقت گرفته نمیتونید. ما در این مورد چندین نمونه را داشتیم که نفرا گزینه نان پروفیت انتخاب کرده بود غیر انتفاعی و داخل سندش نداشت، اون پیسه که چیز حدود 5-6000 دلار بود تو پیسه را گرفته نمیتونست و کلان مشکل مواجه شد. بنابراین پیشنهاد من این است که گزینه اندیویژوال انتخاب بکنید. نکته دوم در مورد شهروندی و سیتیزنشیپ شما پرسان میکنه که آیا شما شهروند آمریکا هستید؟ Are you a citizen؟ راستش بگین اگر شما داخل آمریکا هستین، شهروندی آمریکا رو دارین، گرین کارت آمریکا رو دارین یا در آمریکا هستین فعلا سوشال سکیوریتی و اسنادایش رو دارین، گزینه یس انتخاب بکنید. اگر نه که شما داخل آمریکا نیستید، در دیگه کشورها به سر مبرید، سند آمریکا رو هم ندارین، گزینه نو رو انتخاب بکنید. در ادامهش باز مطابق کشوری که شما هستین سندهای شما را میخواه و فرم مطابق امونا انتخاب میشه. ما بسیاری موارد را داشتیم که یا سیتیزن زده بود، دروغ نگوین دیگه ای کاره، یا ایس زده بود باز داینده با مشکل برخوردن. بنابراین شما اگر ارتباط با آمریکا یا شهروندی آمریکا اینا نداره، سند آمریکا را نداره، و گزینه را نو انتخاب بکنه مطابق کشور خود سوالایی که میایه او را جواب بدین. نکته سوم TIN نمبر یا تکس آیدنتیفیکیشن نمبر هست که اگر شما شهروند آمریکا رو انتخاب کرده باشین سوشال سکیوریتی نمبر شما رو میخواد. کسی که در آمریکا هست یک نقطه کارت داره، مثل یک تذکره است، مثل یک کارت هویت است که تمامی درآمدهای نفر در سوشال سکیوریتیش معلوم است. اونم نمبری که دولت بزنه مفهمه که در کجا کار کرده، چقدر درآمد داشته و از طریق این نمبر چقدر پیسه‌اش به دولت اومده. کل چیزهای شما را از طریق سوشال سکیوریتی میفهمه. این تکس آیدنتیفیکیشن نمبر هم هست. در هر جا که کار میکنی سوشال سکیوریتی نمبر را میخواه، ثبت میکنه و درآمد به امازون مجرا به تو میایه و از طریق نمبر سوشال سکیوریتی تو به دولت پیسه مالیه پرداخت میکنی. این یک موضوع بسیار مهم است. SSN نمبر، سوشال سکیوریتی نمبر خود شما میزنید. اگر شهروندای دیگه کشور هستین تکس آیدنتیفیکیشن نمبر خود بزنید. اگر شما نمیفهمین امازون بانک خود پرسان کنید، از دوستای خود پرسان کنید، از کسایی که مفهمه از اونا پرسان کنید که بگین که امی نمبر مالیه ما کدام هست یا تکس نمبر ما کدام هست. بانک شما حتما خبر داره، یک دوست شما که دو کشور هست حتما خبر داره. در افغانستان هم ما شما تکس نمبر را داشتیم. وقتی که ما در یک جای صاحب کار میشدیم وزارت کار میرفتیم برای ما میگفتن خیلی برو جواز کار بگیر، میرفتیم یک کتابچه جواز کار میگرفتیم و کتابچه اتقاط میشد، یک ورق بود رقمی قات میشد، دو جواز کار بود. بعدش میرفتیم در یک بخش وزارت مالیه، در اونجا ما گفت که شما باید راجستر شوید که شو برای شما TIN نمبر بده یا نمبر مالیه برای شما بده. میرفتیم در اونجا ثبت میکردیم خود دولت و وقتی که در اداره که استخدام میشدیم همه اسنادهای خود را میبردیم در اونجا، کارهای ما شروع میشد، معاش ما که میامد یک مقدار معاش ما به خود ما میامد و چیز حدود 12% 15% معاش ما اتومات به اون نمبر مالیه که ما در وزارت مالیه ثبت کرده بودیم به دولت راجع میشه، دوران پیدا میکنه به اونا میره. یعنی تکس آیدنتیفیکیشن نمبر در کل دنیا هست، بدون از او اصلا امکانش نیست. یک تعداد دوستا میگه که اگه در آمریکا هست برای ما یک تکس نمبر بده، او برادر امکانش نیست. یک نفر در اینجا مثلا ما برای شما تکس نمبر بیدم، در اونجا نوشته شده که بصیر از طریق فیسبوک مثلا 30000 دلار درآمد داشته. این پیسه تو قرار در جیب خود دو کشور زده، 30000 دلار در نام از ما شده. از این 30000 دلار ما حداقل 5000 دلارش پیسه در دولت برده پرداخت بکنم. بناهن ببینید که شما در کدام کشور به سر مبرید و تکس نمبر الزامی هست و این مورد امیدوارم که تفهیم کرده باشم. یک بار دیگه خلاصه میگم،
زمانی که میخواین حساب بانکی خود به فیسبوک وصل کنید، سه نکته بسیار مهمه در نظر بگیرید. اول، نوع تجارت شما هست که گزینه بیزنس، اندیویژوال، نان پروفیت هست که پیشنهاد میکنیم اندیویژوال انتخاب بکنید. گزینه دوم، سیتیزنشیپ و شهروندی شما هست که در هر کشوری به سر میبره شهروندی هر کشور رو دارید، همون رو انتخاب بکنید. و گزینه سومی که تکس نمبر شما الزامی هست، رو شما باید تکس نمبر خود به فیسبوک رجیستر کنید. دوستان گرامی، اگر معلومات دیگه خواستین در مورد درآمد از فیسبوک، یک پلیلیست بسیار مخصوص ما در یوتیوب جور کردیم. در فیسبوک هم موجود است، منتها در فیسبوک چندان خوبش نشان نمیده. در یوتیوب برین، در اونجا بسیاری موضوعات هست. ممکن است بعضی موضوعاتش تاریخ گذشته‌اش را باشه، ولی بسیاری موضوعات درد بخوری در اونجا هست، میتونید از اونها مستفید شید.